با درود به همه دوستان، میخوام در این قسمت زندگی نامه جکی چان رو در 29 نکته براتون تعریف کنم. امیدوارم بپسندید. شماره 1. چان کانگ سنگ، ملقب جکی چان، متولد آوریل 1954 در ویکتوریا پیک در هنگ کنگ. او هم اکنون به عنوان یک رزمیکار، هنرپیشه، کارگردان، تهیه کننده، بدلکار و خواننده شناخته شده است. شماره 2. پدر و مادر او از پناهنده های جنگ داخلی در چین بودند. اونا در کودکی جکی رو پاو پاو صدا می زدن. پاو پاو به چینی به معنی تند و تیز یا گوله است و دلیل این نام تند و تیز بودن و پر انرژی بودن جکی کوچیک بوده. شماره 3. پدر و مادر او در سفارت فرانسه در هنگ کنگ کار می کردن. به همین خاطر جکی کودکی خودش رو در منطقه فرانسوی در هنگ کنگ سپری کرد. شماره 4. جکی اولین سال دبستان رد شد و به همین خاطر مادر و پدرش او رو دیگر به مدرسه نفرستادن. در سال 1960 او با پدرش به استرالیا مهاجرت کرد که در اونجا به آکادمی تئاتر چینیا فرستاده شد. شماره 5. او در کنار آکادمی تئاتر هنرهای رسمی رو هم به خوبی یاد گرفت و کمربند سیاه خودش رو هم دریافت کرد. شماره 6. او حرفه بازیگری خودش رو از نقش‌های کوچیکی در این زمینه از 5 سالگی شروع کرد. شماره 7. هنگامی که او به پدر و مادرش در استرالیا پیوست، مدتی به عنوان کارگر ساختمانی مشغول به کار شد تا پول تو جیبی خودش رو در بیاره. در اونجا یکی از همکاراش که خیلی به جکی در این شغل کمک میکرد او رو جکی صدا میکرد، به معنای جک کوچیک. این نام از اونجا تا به امروز بر روی او مونده. شماره 8. موفقیت جکی با حضور در فیلم Snake in the Eagle Shadow در سال 1978 بود که تهیه کننده فیلم به او اجازه داد تا تمام بدلکاری‌های فیلم رو خود جکی انجام بده. بعد از اون فیلم در Drunken Master حضور یافت که با موفقیت کامل او در هنگ کنگ همراه شد. شماره 9. اولین فیلم هالیوودی جکی به نام بیگ براله که در سال 1980 تهیه شد. بعد از شکست در فیلم 1985 پروتکتر، او تمرکز خودش رو از بازار فیلم‌های آمریکایی برداشت و بیشتر به سمت فیلم‌های هنگ کنگی روی آورد. شماره 10. او در بازار فیلم‌های اکشن هنگ کنگ موفقیت فراوانی کسب کرد. در فیلم پروژکت A بدلکاری‌های بسیار خطرناکی انجام داد که باعث شد این فیلم برنده بهترین فیلم اکشن هنگ کنگ بشه. شماره 11. بعدها سیلوستر استالونه به او پیشنهاد بازی در فیلم دمالیشن من رو داد، اما جکی این پیشنهاد رو رد کرد. در سال 1995 و هنگامی که فیلم رامبل این د برانکس به بازار اومد، جکی به یک هنرپیشه مطرح در بازار آمریکا شناخته شد. اینطور توجه به یک بازیگر هنگ کنگی در بازار فیلم آمریکا بسیار نادر بود. شماره 13. موفقیت فیلم راش آور که با سود 130 میلیون دلار فقط در آمریکا همراه بود، جکی رو به یک هنرپیشه معروف هالیوودی تبدیل کرد. شماره 14. جکی همچنین در ساختن یک بازی پلی‌استیشن به نام جکی چان استاند مستر در سال 2000 نقش داشت. شماره 15. برخی از معروف‌ترین فیلم‌های او Who Am I, The Accidental Spy, Shanghai Noon, Rush Hour 1, Rush Hour 2, Rush Hour 3 هستند. در ضمن من یک فیلم هم از 10 تا از بهترین فیلم‌های او ساختم که در آخر این ویدیو من لینکش رو براتون می‌ذارم. شماره 16. فیلم راش آور 3 او در آمریکا حدود 255 میلیون دلار کسب کرد، در حالی که در هنگ کنگ فقط 3.5 میلیون دلار هنگ کنگ در هفته اول فروش داشت. شماره 17. جکی هیچ علاقه خاصی به سری فیلم‌های راش آور نداشت، ولی به خاطر دستمزد بالا این کارا رو پذیرفت. شماره 18. اون نه تنها یک هنرپیشه، بدلکار و رزمیکار حرفه‌ایه، بلکه یک خواننده پرطرفدار در هنگ کنگ و بقیه کشورهای آسیایی هم هست. شماره 19. جکی چان دارای 2 دکترای افتخاری از دانشگاه‌های هنگ کنگ و کامبوج. شماره 20. نام جکی چان به خاطر بیشترین بدلکاری یک بازیگر
که هنوز در قید حیاته در کتاب‌های رکورد گینس ثبت شده است. شماره 21. بعد از یک دعوای جانانه، جکی برای 2 روز تلاش میکرد که استخوان مچ خودش رو به داخل فشار بده. ولی بعداً فهمید این استخونش نیست، بلکه دندون حریف اوست که در گوش دستش گیر کرده. شماره 22. جکی چان در فیلم آرمر آف گاد دوچار سانحه شد و به خاطر اون دکترها یک درپوش پلاستیکی در جمجمش گذاشتند. شماره 23. جکی چان یک بار 12 بلوک سیمانی رو هنگامی که یک تخم مرغ رو در مچ خودش نگه داشته بود خورد کرد. جالبه بدونید که بعد از اینکه او 12 بلوک رو شکست، تخم مرغ هنوز سالم بود. شماره 24. جکی چان به 7 زبون مسلطه. گویش کانتونی چین، ماندرین چین، انگلیسی، آلمانی، کره‌ای، ژاپنی و تایلندی. او همچنین به زبان اشاره آمریکایی هم مسلطه. شماره 25. جکی چان یه بار از یک هواپیما به بیرون پرید و تونست روی یک بالون فرود بیاد. شماره 26. جکی چان همیشه سعی میکنه نقش آدمای خوبو تو فیلماش بازی کنه و تنها فیلمی که اون نقش یک آدم بد رو داره رامبل این د برانکسه. شماره 27. جکی چان در سال 1982 با هنرپیشه تایوانی جوان لین ازدواج کرد و اونا یک پسر به نام جیسی چان دارن. او همچنین دارای یک دختر از رابطه عاشقانه خودشه. شماره 28. جکی چان از 2 چیز وحشت داره. یکیش آمپوله و دیگری صحبت در جلوی عمومه. و شماره 29. جکی چان دارای ثروتی بالغ بر 350 میلیون دلاره. جالبه بدونید او تصمیم داره بعد از مرگ تمام ثروت خودش رو به خیریه بده و حتی 1 دلار هم برای فرزنداش باقی نمیذاره. او بر این باوره که اگر اونا توانا باشن میتونن پول خودشون رو در بیارن. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد، جالب بود، حتما کامنت بدین، لایک کنین، سابسکرایب کنین. اگرم درخواستی برای ویدیوهای آینده دارین برامون کامنت بذارین و ما سعی میکنیم براتون درست کنیم.